حدود 45 هزار مسلمان روهینگیا به دلیل نگرانی از پخش شایعاتی در مورد سربریدن و سوزاندن از میانمار گریختند. سازمان ملل متحد هشدار داد که تشدید خشونت‌ها در ایالت راخین میانمار که درگیر جنگ است، 45 هزار اقلیت روهینگیای دیگر را به دلیل ترس و نگرانی در مورد سربریدن و سوزاندن مجبور به فرار کرده است. تخمین زده می شود 600 هزار اقلیت مسلمان روهینگیا که تحت آزار و اذیت شدید بودند همچنان در راخین باشند، اما وضعیت خشونت بار فعلی احتمالاً باعث فرار همه آنها به بنگلادش یا دیگر کشورهای اطراف خواهد شد. از سوی دیگر بنگلادش با بیش از 1 میلیون روهینگیایی در این کشور تمایلی به پذیرش بیشتر ندارد و آخرین پناهجویان در سمت مرز میانمار گرفتار شدند. نکته جالب توجه در این میان سکوت بین المللی و مخصوصاً کشورهای مسلمان است که در برخورد با کشتار و نسل کشی مسلمانان در نقاط مختلف دنیا برخورد دوگانه ای دارند و گاه در یک رخداد خاص به صورت جدی و با تبلیغات فراوان رسانه‌ای برخی مسائل در نقطه‌ای از دنیا را برجسته می‌کنند، اما در قبال برخی رخدادهای دیگر از جمله کشتار و نسل کشی مسلمانان روهینگیا، اویغور، هندوستان و افغانستان سکوت شگفت‌انگیزی را در پیش گرفتند. از سید نادر آموزگار، روزنامه نگار و فعال سیاسی از تهران دعوت کردیم تا پیرامون این خبر تحلیلی داشته باشند. آقای آموزگار، با سلام و عرض ادب و تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. آقای آموزگار، دلیل سکوت بین المللی مخصوصاً برخی از کشورهای مسلمان که در رابطه با کشتار و نسل‌کشی مسلمانان در نقاط مختلف دنیا برخورد دوگانه‌ای دارند چیه؟ بفرمایید. همینطور که فرمودین، بعضی از نقاط رو، بحران‌هاش رو متأسفانه هم رسانه‌های دنیا و هم رسانه‌های کشور خودمون پررنگ‌تر می‌کنن. نمونه بارزش مسئله غزه، مسئله بسیار خونبار غزه و غم‌انگیز غزه هستش، در صورتی که مسلمان‌ها در نقاط مختلف جهان متأسفانه زیر ضرب فشارهای کشورهای مختلف هستن. به چین و برنه هستش که اسم بردیم و همچنین هند. دو تا دلیل عمده میتونه داشته باشه این قضیه. یکی سیاسی کاری و روابطی که کشورهای مختلف با هم دیگه دارن و میتونه عدالت رو بسیار زیر پا بگذاره، و دیگری مسئله اقتصادیه که عدالت رو تحت شعاع قرار میده. در مورد برنه که این اقلیت مسلمان تحت ستمترین اقلیت جهان شناخته شدن بارها و سازمان ملل هم وارد شده در قضیه، خیلی قضیه فجیع‌تره. الان شروع کردن هندوهای افراطی به سر بریدن مسلمان ها، آتیش زدن خونه های اونا و حتی زنده سوزوندنشون، و اینا حتی در حدی مجبور به فرار از کشور شدن که کشورهای همسایه هم که ظرفیت این که این مسلمان‌های مظلوم رو به پذیرن ندارن. بله، با تشکر از سید نادر آموزگار، روزنامه نگار و فعال سیاسی که از تهران دعوت ما رو پذیرفتند و پیرامون این خبر تحلیل ارائه دادند.